هم کلن کارش آدم فروشی بود کسافت. اون از بچگی کارش زاغ سیاچوب زدن جمشید و رضا بود. اونا هم سر همین حسابی ازش کینه داشتن. سر همین سیگاری که میبینی کلی ازش رو نخوازی کرد. آقا دیگه باید با هم حال کنیم دیگه. من اینجا سرایی دارم، تو هم نگهبان، هر روزم رومون تو روی همه. کمک کن. بیا. نمیخواد آقا. بیا دیگه. نمیخواد. بذار زمین، نمیخواد. میگم جهان به خیر گذشتا، خونه رو گشتم هیچی کم نشد. چه شانسی دارم من؟ همین به خیر گذشتن واسه 300 تا میخوره. چی؟ همین چی که الان گفتی، اتومات 50 تا مدروش. چی میگی؟ الان متوجه نمیشم حرف تو. هر سوالی که میکنی میشه 50 تا. مگه نمیگی به خیر گذشت؟ واسه به خیر گذشتن باید هزینه کنی. به خیر گذشتن 300 تا، اینم 50 تا میشه 350 تا. چی داری میگی؟ در مورد چی داری حرف میزنی؟ درباره دزدی. وای از اون روزی که زن آقا دزده فهمه داستان چیه. ببین من با گاو سر کار دارم ولی گاو نیستم. ببین اون زمانی که منو تلکه میکردی بچه بودیم، الان اوضاع فرق میکنه. همیشه از جایی میخوری که انتظار نداری. کجا؟ حواست به یه دوربین نبود. جهان فیلم دوربین ها چک کردی؟ الان مأمور بیاد چی میخوای نشونش بدی؟ چشم آقا الان پیدا میکنم. به نظرم شام بیان اینجا بد نیستا. چه زر میزنی؟ آقا شما نمیخواد بیاین. من سرایدار این نگهبان وظیفه‌مونه آقا. آقا سه نفری فیلم رو ببینیم بهتره ها. چرا زر موف میزنی؟ نگو دیگه. آقا نمیخواد. من بلدم با دوربینا کار کنم. خودم ردیفش میکنم. زودتر تمومش کنی. الان پلیس میخواد بیاد فیلم ببینه. چش. 400 تا. چرا 400 تا؟ 300 تا من گفتی واسه بخیر گذاشتم بود. گفتم چرا گفتی اتومات 50 میاد روش. میشه 350. الان واسه چی 50 تومن دیگه میذاری روش؟ واسه همین واسه چی که پرسیدی؟ زر نزه، من خونه خودم دزدی کردم. آقای فاتح. چیه بابا؟ آقا فاتح، آقا فاتح. تمومش کن دیگه. 400 بهت میدم دیگه. اینو بردار. دنبال من بیا. شما که غریبه نیستی. رضا کلن تو زندگیش تا حالا دو بار گردنبند دازیده. جفتش هم واسه خاطر جمشید. اولیش گردنبند ننش و البته عذر میخوام، خودش خوشش نمیاد. گردنبند مادرش و به خاطر عروسی جمشید. الان هم که گردنبند پری رو به خاطر عشق جمشید، به خاطر ناموسش، به خاطر من نیسان آبی هستم. این دوربین چیه اینجا گوشتی؟ مشکلش چیه؟ من دختر بزرگ دارم، زن بچه من همش اونجا رد میشن میان. جواب نده بابا، این دوربین از محبته فیلم برداری میکنه. خونه تو هم سرایداری گاوداریه. میخوای زنگ بزنم اماکن بیاد خودت تو دوربیناتو جمع کنه بره؟ ببین اگه واقعا دزد میمد خونت، دزدی میکرد، یه چیزی برمی داشت، این دوربین ضبط میکرد، همینو میگفتی؟ فعلا که دزد واقعی نیومده، خودم اومدم از خونه خودم دزدی کردم. حرفت چیه؟ پس حرفی نیست. بریم همینو به خانم محترمت بگیم جلوی همین دور. همون 400 تومن دیگه. بزن بردش. پس فرمودید که دوربینا نگرفته؟ فعلا نگرفته جناب سروان. دزده خیلی آدم پس فطرتی بود. درست صحبت کن. جلوی مأمور محترم نیرو انتظامی فوش نده. آقا من معذرت میخوام. من چیزی گفتم؟ آره دیگه، داری حرف بد میزنی. 50 تا اضافه شد. چی اضافه شد؟ به علاقم آقا. علاقم به شما 400 تا بود، شد 450 تا آقا. چرا چرت میگی؟ بله 400. 400 دقیقه است وقت پلیس رو گرفتیم بی خود و بی جد. آقا من شکایتی ندارم، خونه ما دزد اومده بود، چیزی هم نبرده. به هر حال اگه چیزی کم شده بود یا اینکه به کسی شک داشتید یه سر به کم. جمشید جونم بیا، خورسنده. چی
چی شد داداش؟ هیچی بابا، نزدیک بود همه چی خراب بشه ولی به خیر گذشت. فقط به زنت چیزی نگی ها، اگه زنت به پری بگه پری منو بیچاره میکنه. من به هیچ بنی بشری چیزی نمیگم، از سنگ صدا در بیاد من در نمیاد. فقط درسی جون با نیسان کار کن، یه ماه پولشو در بیاریم بدیم گردن من در پس بگیریم. چشمش چشم، من هر کاری بتونم میکنم. جمشید داداش ببخشا پولشو میگم، به خدا به خاطر پری میگم ها، بله قابل تو رو نداره. این دفعه اولی نیست که جمشید و رضا واسه جور کردن پول یه گردن بند به زحمت میافتن. تا باش از این زحمت ها. این کمره شافنره، دستا بیاد بالا ببینم صدای جیغاتون رو بشنوم. خیالت راحت، نگران نباش داداش، من عرق می‌ریزم جورش میکنم. نوکرتم باش، مواظب خودت باش. قربونت. ای بابا ببخشید. نه ایلم، شبا که تو میای خونه، خونه قشنگ هم خونه، کلید که میندازی به در، دل تو دلم نمیمونه. میدونی چند وقت حرف عاشقانه نزدیم؟ خیلی وقته. بزنیم؟ تو بگو. نه تو بگو. نه تو بگو. خب سرم فکر کن هیچ پری تو دنیا نبود، اصلا پری نبود دیگه. نه پری نازنین من همیشه بوده و هست و خواهد بود. اینجوری شروع نکن حرف عاشقانه رو نازنینم. نه مثلا فرض کن دیگه، فرض کن که مثلا جمشید با زری آشنا نمیشد که بعد تو با من آشنا بشی که ازدواج کن، چیکار میکرد؟ نه دوست ندارم. نه فرض کن که توی دنیا هیچ پری وجود نداره. بچه خواب هم مامان جیش دارم. خب برو. میترسم سر مار. کاملیا. بله مامان. پاشو با این تا دم در مسترا برو، این میترسه. بیا کامیا. اصلا فرض کن که اصلا تو کل دنیا هیچ پری نبود، چی کار میکردی رزا؟ خب میرفتم با یکی دیگه ازدواج میکرد. خاک بر سر حولت کنن بدبخت که اینقدر لنگ ازدواجی. عزیز من، مگه خودت نمیگی اگر کل دنیا رو میگشتیش پری نبود چی کار میکردی؟ خب اگه پری نازنین من نبود میرفتم با یه نازنین دیگه ازدواج میکردم. نازنین کیه؟ آه بابا، برای مثال گفتم نازنین نوعی. اسم خانم دکتر من چیه؟ من چه میدونم؟ غلط کردی که نمیدونی، اسم دکترم نازنینه. یا ابوالفضل، چرم کن، حیا کن، خجالت بکش، دو تا بچه بزرگ داری. عزیزم پری جون، چرا داری من الان اذیت میکنی؟ خودت گفتی، منم گفتم، من چه میدونستم اسم دکتر تو نازنینه؟ چطور من میدونستم تو نمیدونستی؟ بابا اون الان داره ترکیه اشغال میکنه، من و تو داریم با هم دعوا میکنیم، این خوبه؟ از کجا میدونی ترکیه است؟ من گفتم ترکیه است مگه؟ الان گفتی ترکیه است. آه حتما این دفعه
هر کی رفتیم مطبش داشته با تلفن حرف میزده، دوستش توی مثلا ترکیه بوده، بعد گفته مثلا خانم دکتر کی میان، گفته ما هفته دیگه داریم میام ترکیه. چه گوی خود این توی ناخودآگاه من مونده، یادم مونده. پس چطور من نشنیدم؟ پس حتما بدون من رفتی مطب دکتر دیگه. من چه میدونم پری، از من نخواد که باور کنم، کورم کر که نیستم که. شاید همون موقع که من شنیدم به طور اتفاقی تو حواست تو گوشیت بوده، چه میدونم داشتی با گوشیت بازی میکرد. خفه شو، به خاطر چشممه میدونم. پری تو رو خدا با من این کارو نکن. میای میشینی میگه حرف عاشقانه بزنیم، منو تا یه جایی میرسونی یهو ولم میکنی اینجوری رو زمین. پا من هنرمندم یه هفته طول میکشه آدم بشم. داشتم دو قد شعر میگفتم خدا. آفرین، خیلی خوب. یه ذره بیا پایین، تا بیا پایین، حالا عالی شد. آفرین داداش، کی باید میریم کله بچه بخوریم؟ صبح کله رو زدیم، فقط تو یه هفته ماساژ بده کاری. شما اونجا کله بچه رو بخر بخوریم، من دو هفته ماساژ بهت میدم. باشه، بزن قدش. من که از این خیلی خوشگل ترم. دقیقا ماساژ چی کامت گذاشته؟ قلب. از اونه که داره میخنده چشش قلبه یا خود قلب؟ چه فرق کنه؟ خیلی فرق داره دیگه. اونی که داره میخنده چشش قلبه یعنی چیز باحالی بهت گفته، اون یکی یعنی بهت علاقه داره. بدترینش علامت لب و دهن اگه بذار وسط. زیر این یکی لب و دهن گذاشته. بیشو رو ببینا، الان با گوشی خودم میرم واسه یه دونه بازو میذارم بفهمه با کی طرف ناکس. دست درد نکنه زریش، زحمت کشید. بفرمی داری میتونی چی دلم میخواد؟ چی؟ دلم میخواد چند تا کفتر جلد داشته باشم که فقط به عشق جمشید قاسم پور بیان نبه. عزیزم قلوم احساساتت برم، کفتر جلد تو منم، تو عشق منی. جمشید چی؟ میگم که میخوای امشب یکم با هم عاشقانه بزنی. واقعا؟ اینجا؟ آره دیگه، ما خیلی وقت با هم دیگه حرفای عاشقانه نزدیم. قلبم داره میترکه جمشید. خدا نکنه قلبت بترکه زهری جون، بریز بیرون. نه دیگه، اول تو شروع کن، من روم نمیشه. آره؟ بیام زهری جون هم. بابا آریا میخواد واسه من کلا بچه بخره. آفرین آریا، آدم شده. اون مداد رنگی قرمز زد بود گم شده بود، برو پیداش کن، من بیام با هم یه نقاشی بکشیم. چش، برو بسرم. مداد رنگی قرمز نداری که؟ نه بابا، خیلی وقت گم شده. خیلی خوب، زری یایت چه شبایی تا سر اونجا حرفای عاشقانه میزدیم، درد دل میکردیم، هنونم دلم میخواد یه دل سیر بر. مامان پیداش کردم، زیر کمد بود. برو خودت یه نقاشی بکش، من میام میبینم دیگه. بزرگ شدی باید بتونی خودت نقاشی بکشی دیگه. برو. چش، برو پسرم. کجا بودی؟ یادته اوایل ازدواج من چقدر با هم دیگه حرف میزدیم، درد دل میکردیم، ولی الان چی؟ جمشید نکنه دیگه عاشقم نیستی، زبونم لاب. مامان نکشی کس. برو بگو آریا برات بتراشه. مامان دلم میخواد تو بتراشی. برو بده آریا بهترش دیگه. بابا دعوا نکردم، قربونت برم، گفتم ببر بده آریا برات بهترش. آره بابا برو، برو قربونت برم. برو، من الان میام، خبر مرگم دور از جونت. خب مثل این که امشب سلام نیست با دوت کلمه با هم حرف بزنیم. آره دیگه، بچه ها بزرگ شدن دست و پا گیرن، نمیشه بابا. جمشید ولی یه چیزی هست که خیلی ضروری امشب حتما باید بهت بگم. چی شده؟ با بگو اینا پشم بیاد تکلیف عاطفه رو روشن کنم، بچه‌م داره پرپر میشه، اگه پشیمون شدنم بگم ما یه خاک دیگه به سرمون بگیریم. پشیمونی نداریم که، اسمش رو دخترمونه. چی پشیمون شدن؟ تو خبر نداری که بابا، عاطفه خیلی از دست کامبوز ناراحته. چرا مگه چی شده؟ کامبوز برداشته برای یه دختر دیگه قلب فرستاده. قلب فرستاده؟ بیخود کرده قلب فرستاده. اسمش رو دخترمه، بعد واسه یه دختر دیگه قلب میفرسته؟ آره والله، منم همینو میگم، بچه خواهرمه که باشه. الو سلام آقا جان. جمشید داداش ردیفی؟ آره قربونت برم ردیفم، فقط نمیدونم چرا این چشم سمت شاگردم این ذره میسوزه. داداش اون واسه آلودگی هواست، طوری نی. ببین مشته بده،
آدرس خونه سینما رو واسه پیداش کردم. خونه سینما کجاست؟ خونه بازیگر مازیگراست دیگه گمونم. چه باحال. آره حالا ما بچه ها تریپ کردیم، فردا میخوایم بریم اونجا چت شیم که سلطان بتونه عشقشو ببینه. دم شما گرم. آدرس رو کجا پیدا کردی؟ چشاتو ببند. تماشای فیلم و سریال های بروز ایرانی به همراه زیرنویس انگلیسی و عربی، پرداخت راحت و آسان از طریق مسترکارت و ویزا کارت. همین حالا وارد سایت تلویکا شوید و 7 روز تست کاملا رایگان دریافت کنید. تلویکا. جمشید اون شب تو من خوابید که یه وقت منو دوز نبره. مگه زهری خانم چه عیبی داره؟ هیچی به خدا، خیلی هم زن خوبیه، منم خیلی دوستش دارم. چرا دستی زن گرفتی؟ که تو بردم؟ اشتباه کردم، غلط کردم سلطان، اشتباه کردم. من فکر کردم تو مردی، چرا به زنت خیانت؟ غلط کردم. دیگه من طرفداری مثل تو نمیخوام، هرچی عکس و پوستر از من داری میکنی، اسم منم دیگه نمیاری. چشم سلطان، همه منو تنها گذاشتن، تو رو خدا شما دیگه منو تنها نذار. خفشو خال مانو، فقط اسم این زهرماری رو زهرماری رو نگه. خال مانو، خال مانو، غلط کردم. خال مانو، بازم میگم خال مانو، خال مانو، غلط کردم سلطان، سلطان منو تنها نذار. لازمه تنها بمونی تا به کارهای زشتت بیشتر فکر کنی. سلطان! سلطان! جان سلطان، بخواب داداش، خواب بود. مامان استیسن که دستم اینستاگراما که توستا بیدانا ذره بیم وار اردا یاد انگلیسی یاد ایوار بیدانا ایوار دورو قط وار ادساین اونو بور فتانه اف ای آ آ آنو یاد هنچیسی فتانه او خاننده او خوردا هم نامهربون سن هم آفتی جون سر هم با دیگر اون سر هم قدرم ندون سر ایش دانا تیه بور تشدیدی بار گردم بندم بود. مامان من زهبورارم رضا یا ابل فر یعنی شدنم یادگار مادرم بود از تو گاف داری به این درندشی دوست بی چشم رو باید بیه تو آلونه که ما جلو بچه ها سیگار نکش ساخت بیاد سر این کمود گردم من من رو برداره بره این ها تو این بود نخور پری تل تش پیدا نشیده که اینشو میخریم کی میخره؟ کی میخره؟ تو میخری؟ بری بخر پول داری؟ پری پری چرا بچه ها کوچیکم نکنه الان پول ندارم یه مجموعه آثار دارم میخوام بفروشم به شهرام شهر دلار میگیرم یه عمره دارم شعر میگم ور میگم بهترین شعرهای منو دارن خواننده‌های معروف میخونن همین جانم سرمو یک دل یک دل یک دل کن بابا اون شعر مولانا بود مال مولاناست مگه نگفتی پلیس گفت هرچی کم کس شد به ما زنگ بزنی این خبر بدی خب زنگ بزن بهش خبر بدی من دیگه من کی گفتم پلیسی تو گفتی نیروی انتظامی به من گفته هر چیزی هر خبری شده باشه من زنگ میزنم نیروی انتظامی بیاد الان زنگ میزنم تک تک بچه‌هامونو برمی‌دارن میبرن آگاهی ازشون بازجویی میکنن همین کامیاب کوچولو رو چشمم میزنن 3 روز دیگه میدارن میخوای زنگ بزنم ببین سرقت آره سرقت رو خیلی جدی میگیره پلیس یه حالتیه وقتی سرقت چیکار داری میکنی وایسا ببینم وایسا ببینم گردنبند تو گم کردی داری تهمت میزنی الان تهمته تو یه ساعت پیش داشتی میگفتی تو مدرسه دل دزدی میکرد کار خودشه در حد عقضیه مدرسه ساندویچامونو برمیش میخورد من اصلا نمیفهمم برای چی اینقدر طرفداری اونو میکنی؟ نکنه خودت برداشتی؟ اونم داره ناپوشیدی میکنه کارهای تو رو ببخشید آپری خانم یعنی میفرمایین که من برداشتم؟ نمیخوام تو اومد ناروا بزنم آقا جهان ولی شما خودت کلاتو قاضی کن
کلن ما دو روز اومدیم اینجا. یه دیشب یه ساعت یه توکه پا رفتیم خونه خواهرم، شام خوردیم برگشتیم. هیچ کسی هم غیر از شما این گاوا اینجا نبوده. کار گاوا که نمیتونه باشه. منظور شما اینه که کار من بود، نه؟ شما اینجا چی کاره ای؟ نگهبان. خب. خانم نگهبانی از گاوداری، نه از خونه سرداری شما. اصلا یه کاری کنیم. این کلید دفتر آقای فاتح. بریم با هم دوربینا چک کنیم. آره بریم ببینیم. نه بریم بابا ببینی. کجا بریم پری؟ من مطمئنم یه جای گشتی یادت رفت. بابا میگم کل خونه رو زیر و رو کردم باز میگه. نه آقا رضا بذار بریم. خانم شما دو روز نیومده ما رو علنا دوز کرده. مگه نگفتی اون دوربینی که سمت سرایداری خراب شده؟ مطمئن نیستم. شاید دوربینا گرفته، شاید هم نگرفته. پری خانم. بله. اگه من دوز رو پیدا کنم چقدر به مژدگونی میدی؟ هر چقدر بخوای. اون گردمن واسه من خیلی با ارزشه. آره خیلی براش با ارزشه. شنیدی آقا رضا؟ به نظر من به نفعمونه که بریم با هم دوربینا رو چک کنیم. بله بریم. رضا بریم. بریم آقا. بریم, بریم ببینیم آقا دوربینا رو. منم نمیخوام الکی به کسی تهمت ناروا بزنم. بریم ببینیم اگر کسی غیر از این جمع تو اون دوربینا تو اون فیلما بود، من همینجا از شما آقا جهان معذرت میخوام. خوبه؟ کمه. وا. معذرت خواهی شما خیلی کمه. از اون گذشته. اگه آقای فاتح بفهمه من بدون اجازه پامو گذاشتم دفترش، دمان از روزگارم در میاره. شما که نمیخوای من از نون خوردم بیفتم. خدا رو خوش میاد. نه بابا خدا رو خوش نمیاد پری. نه والا منم راضی نیستم. خدا روا نیست اصلا. این کلید، اینم دفتر آقای فاتح، ولی من از نون خوردم میفتم. میخوای کلیدو بگیرم برم دوربین رو خودم چک کنم؟ میخوام خیالت راحت شه. بریم یه بود دیگه، من میگردم. بریم بگردم. دستی برگرد. بریم بگردم. ببخشید زن من خیلی حساس رو گردم بند مادرش. دمت گرم. میزنم به حساب. جونم آبجی چی شد؟ سری آبجی بیچاره شدم، گردمند 24 عیار یادگار مادر رو دوز برد. ایبا خاک بر سرم، یعنی دوزده اومده اونجا فقط گردمند تو رو برشته برده، هیچی دیگه نبرده؟ چه میدونم بیچاره شدم آبجی. ای دوزده نامرد. الهی بمیره، الهی که پر پر بشه، الهی که آب خوش از گلوش پایین نره. چه تو؟ آبجی میگیرم ات. باشه برو بزن پشت بابات خفه نشه. چه بابا خوبی؟ رضا. بله. میدونی بدترین چیز تو زندگی مشترک چیه؟ آه اینه که آدم گردنبند زنشو برداره دو دره کنه ببره بپوشه. تو تجربه زندگی مشترک داری؟ نه. و خفه شو. الان میرم به زنت میگم. ببین جان، اگه ماجرای منو زنم بفهمه اون وقت اون روی سگ رضا خرسندم میبینی ها. پس عددو ببر بالا. زر نزن بابا. تو لیاقتت خیلی بیشتر از این حرف هست، ولی به جایگاه خود نرسیدی. نه نرسیدم آقا. امیدوارم تو این گاوداری به جایگاه خود برسی. انشاءالله خیلی خوب برسی، چون خانواده لیاقتشو داره. بله آقا بله لطف داری. دختر گلت چطوره؟ خوبه. بچه هم دعاگوی شما، واقعا بچه های من قدون شما به خاطر این موقعیت شغلی که برای پدرشون دادی. شما مثل بابای کاملی ها میمونی، انقدر لطف داریم بهش. نه دیگه بابا یه دونه است. بله مثل داداش کاملی ها میمونی شما. دیگه داداشم که دوتا داره دیگه ماشاءالله. مثل عموش، مثل داییش، هر کی که دوست دارین. نه دیگه عمو و دایی جایگاه خودشون دارن، اونا کجا من کجا. شما مثل یه دوست خوب میمونین برای بچه های من. 100% من میتونم یه دوست خیلی خوب باشم واسه بچه های تو. بله. خودتون بچه ندارین آقا؟ چرا دارم. کجاست؟ استرالیا. چرا؟ آها فهمیدم. آقا شما چقدر باهوشین آقا فاتح. از قدیم هم شما باهوش بودین. بچه رو فرستادین استرالیا. استرالیا کجاست؟ مرکز گاوداری و گوسفندداری مدرن. چرا؟ چون بره یاد بگیره گاوداری مدرن رو برای کشور خودش. یادم مفیدی باشه. خدا رو حرف میزنم آقا فاتح. ماما آقا موسا. آقا موسا.
سلام علیکم. سلام علیکم دکترم. زری سازگار. سلام خانم دکتر، حال شما؟ خورمالو چطوره؟ خوبه؟ آقا موسا منظورتون آقای قاسمپور دیگه؟ خوبه؟ سلام میرسونه. علمتاش کجاست؟ با هم اومدیم یک کار بانکی داشت، حالا هم رفت خرید، منتظرم برگرده با هم بریم خونه. موازی خودتون باشی. تشت تشت شما هم موازی سلامتتون باشی. زندگی سرم میکشت. این دختر است هم دختر که کامنت گذاشته برش باکن چی پکو بخنی با هم میکنه. نه این رو با همکارم چیز غلط کرده همکارش نگاه کن. نه ببین چی نیست، این لابد یه چیز خنده داری پیش ما سر رو برمید کرد. آتفه کاموزی خاله سلام خاله، اینا فرمی که خواسته بودی. تو خجالت نمیکشی؟ این دختری کی باش حرف میزنی؟ کدوم دختر؟ کدوم دختری؟ خود تو به مرا نزن، همون که فرق وسط با کرده میخواد سنش بیاد پایین باش وایستاده بودی میگفتی میخندیدی. دیدم خالوم همکارم، اصلا اینطوری نیست که شما فکر میکنی. اه چرا با همکارای مردت نمیگی بخندی؟ حالا بازم میری خونه با هم دیگه حرف میزنی، اینجا محل کارم زشته. آره حرف میزنی ولی نه با من. میگم مامانت حساب تو برسه، بده من اون فرم. برو خودم پر میکنم. برو پسره هیز. با آقا موسا با کی بودی؟ همه کام بوزیا. با آقا موسا من خالشم، حالا یه چیزی بهش میگم. تو خود شما این حرفو نزنیم، من ناراحت میشم والا. ببخش خانم. الو بفهمی من داخل بانک هستم. سلام زری جون، من پروینم خواهر آقا خسرو. جانم پروین خانم بفهمی. میشه امروز بیای یه آمپول به هم بزنی؟ قربونت برم، برو درمانگاه بزن، به خدا من کار دارم، بچه هم برام شر میشه دیگه. اصلا مالم خوب نیست، نمیدونم چمه، تا درمانگاه هم نمیتونم برم. نه واقعا من نمیتونم بیام پروین. ببین زری، من فقط به تو اطمینان دارم که به امام بزنی. خیلی خوب باشه، با دخترم حالا یه سر میام کارتون رو میدازم. ببین فقط به اون طرف بگو بره. باش حرف زدم و فکر نکنم چیز مهمی باشه. البته من حقشو گذاشتم کف دستش که دیگه حواسش باشه اینقدر با همکارای خانومش نگه بخنده. چی بگم والا بی شعوره دیگه. عاطفه ببین کی مسیج داده؟ کی؟ آریا. چی میگه؟ میگه که آقا سعید میخواد بیاد خواستگاری. آقا سعید خواستگاری من؟ مگه تو رو دیده آقا سعید؟ آره یه بار دید، رفت بودم مغازه‌ش، اونجا منو دیده. لازمه یه دنده عقب برگردیم یه سال پیش، جایی که سعید برای اولین بار عاطفه رو دید و دلش لرزید. بعدش هم به خاطر عاطفه داداشش آریا رو کرد بر دست خودش. خانم میتونم تو انتخابتون کمک میکنم؟ راستش قیمتاتون خیلی گرونه، من 100 تومن بیشتر ندارم. خب شما انتخاب کن، بردار ببر خونه، هر وقت داشتی بر ما بقیش بده. واقعا؟ میتونم؟ بله شما تشریف بیارین داخل، مدل دیگر رو ببینیم پسند کنیم، بنده در خدمتتون هستم. بفهمید؟ من دیدم که شما ببخشید از چه مدلی خوشتون اومد، اگه صبر کنین الان براتون میارمش. ایناش همینه، خیلی قشنگه. این چنده فقط؟ حالا به قیمتش هم میرسیم، شما بپسن. شماره چنده؟ 38. نه نه اونو که میدونم، موبایلت. موبایل هم؟ شما از همه مشتریاتون شماره موبایل میگیرین؟ نه منظورم همون شماره کفشت بود. 38 بزنم بقیه. 30 بفهمید. مرسی. اگه ناراحت نمیشین ممنون میشم اسمتون رو بگین. من عاطفم. من سعیدم.
دست شما در نکنه، برو یه دونم برای خودت بگیر. داداش برو بگیر دیگه. زری اومد خونه پروین، خواهر خسرو شاهسواری. بفهمید خسرو شاهسواری رو که یادتونه، خواستگار سابق زری، سنگ‌کلیه داشت، هنوزم داره. پروین خانم، من فقط به خاطر تعهد پزشکیمه که اومدم، وگرنه اصلا نباید میومدم. ای بابا زری جون، یه زمانی برادر خلوچل من تو رو میخواست، حالا بنا به هر دلیلی دیگه نشد، تو هم رفتی با جمشید خرمالو ازدواج کردی، حالا هم 3 بچه داری خدا رو شکر، دیگه نگران چی هستی؟ ها؟ جمشید قاسمپور، آقای قاسمپور عزیز من، بگو عادت کنی. خوبه همه اهل محل بهش میگن جمشید خرمالو، فکر میکنم فقط تو یکی بهش میگی قاسمپور. همه اهل محل بیخود کردن با... ببخشید دیگه زری جون، حالا ناراحت نشو. عزیز من شما عفونتت زیاده، بعد هفته یه دونه پنادور بزنی، شربتت هم که میخوری بچه مایعات باید زیاد بخوری. طبق تحقیقات پزشکی 75% بدن هر آدمی رو آب تشکیل میده. آخه تو خود یه نگاه به این هیکلم بنداز، هیکل من 100 کیلوه، یعنی به نظر تو 75 کیلوش آبه؟ نمیشه که. بفرمایید. شما از علم پزشکی سررشته داری؟ نظری جون. پس بی خود اظهار نظر نکن خدیجه. حالا 75 کیلوی وزن بدنت آب نباشه، دیگه 50 کیلو که هست نه تهش، 40 کیلو که دیگه هست قربونت برم. یعنی به نظر شما به این هیکل میخوره به اندازه 2 بشکه 20 لیتری توش آب باشه؟ بیلش کن زری جون، هر زیاد میزنن دکترها. چایی تو بخور. قندون نمیاری؟ چرا شما الان میارم؟ مامان گردنبند پروین خانم رو دیدی؟ گردنبندشو برای چی ببینم؟ من اومدم جام پولشو بزنم، نمیدم گردنبند ببینم که. مامان گردنبندش اینه، گردنبند خاله پری بود. چته؟ چشاتو واسه چی برای من اینجوری میکنی؟ یعنی این گردنبند خاله پری رو این برداشته؟ نه بابا، اینا دیگه هرچی باشه، دوست که نیستن دخترم. بهش بگو دارم میام خونه. داداش عزیزم 5 صبح خوبه؟ خدافظ. زینال بود عاشق کله پاچه است، بهش قول دادم فردا صبح زود ببرمش کله پزی. آفرین که هواشو داری دیگه. همین یه دونه دعاشو دارم دیگه. سعیدم همیشه هوای من داره. دمه دعاشت گرم، خیلی مشتیه. فقط چرا امشب من نرسون؟ حرفای اون شب دیگه طوری بود که بهش برخورده بود. خب یه جوریه که عاطفه‌مونو میخواد، زشت‌ترین و کریه‌ترین و نامردترین کاری که آدم خواهر دوستشو بخواد. اون آدم باید خیلی نامرد و عوضی باشه که به خواهر دوستش چش داشته باشه و بخواد بره خواستگاریش. داداشه تو انسان نیست. مگه سعید دوست تو نیست؟ چرا هست؟ مگه من خواهرش نیستم؟ چرا هستی؟ پس تو چه فرق با اون داری؟ تو هم که میخوای با من ازدواج کنی؟ نه، قرار شد با هم آشنا باشیم، یه مدت بریم بیایم، بعدش ببینیم چی پیش میاد اگه شد ازدواج میکنی. بعدم فعلا با هم جاستیم و همین. تو به من نگفتی تو تنها دختری هستی که وقتی باش چش تو چش شدم یه دل نصد دل عاشق شدم؟ داداش من نشون به اون نشون که گفتی 3 بچه میخوام یادت نیست؟ خورسن بینجا ببینم. رضا بیا. چی شده؟ که حالا گردنبند منو میدوزی میدی به خانم پروین شاه سواری؟ آره یا ابوالفضل، پس دزد گردنبند تو بودی؟ چجوری شبونه دستش رسوندی؟ چه مارمولکی هستی تو رضا خورسن؟ الان موضوع بین من و تو به این ربطی داره؟ آقا جهان همه چیو بهم گفت. جهان من تو رو... رضا سلام جمشی. سلام و زهر مار. حبو میاری سر پری خانم؟ آره آقا جمشی بلم کن. نارفیق بی وفا با پری خانم چرا؟
اگه زن توه خواهر زن منم از حواستو جمع کن. برای چی میزنی؟ چی میگی اصلا تو؟ آخ خورسند، اصلا از شما توقع نداشتم. هر وقت پری شکایت شما رو میکرد من طرف شما رو میگرفتم. الهی بمیرم برای خواهرم، حق داشت بنده خدا. زری خانم شما چی میگی؟ شما اصلا در جریان نیستی. فردا صبح دیوان عالی کشور رضای خورسند. دیوان عالی کشور چرا؟ رضا مرد باشو اعتراف کن. را درو نری، تو محاصره مایی. بله، باید تو همین جمع اقرار کنی با پروین خانم چه سر و سری داشتی. نامرد نالوتی، اگه پری خانومم بی خیالشه من بی خیالت نمیشم تا تطوی ماجرا رو در نیارم. روزگارتو سیاه میکنم. خیلی خوب، خیلی خوب. روزگارمو سیاه کنیم، فقط من 30 ثانیه با این کار دارم. چیکار کنم؟ ببین چی میگه. چرا چرت و پرت میگی؟ منو برای چی زدی؟ حال کردی چجوری تبیش کردم؟ نمیزدم که بهم شک میکردم مشتی. ای بابا، تو اصلا مهم نیستی. من مهمم، من گردم من دو دوزیدم، به من نباید شک کنن. آره؟ آره. تو خیالی من درستش میکنم. فقط تو رو خدا لو ندی ماجرا رو. بچه شدی، بسپر به من. بیا پری خانم، مثل سگ پشیمون. بگو بی خود کردم، بگو اشتباه کردم پشیمونم، بگو تا نزدم تو دهنت، بگو تا نزدم تو دهنت رضا. آقا اشتباه کردم من. حله من دیگه یه دقیقه هم نمیتونم این زندگی رو تحمل کنم با مردی که همه چیز رو از زنش داره پنهون میکنه. رضا رفت چیکار کنم؟ جلوشو بگیر، فقط ماجرا رو لو ندی. با بچه شدی. پری خانم وایسا، وایسا، واسه ماجرا اینا نی، ماجرا اینا نی بابا. این رضای بدبخت گردنبندو برداشته کفشو به جای بدهی من داده به خسرو. الان پیشش امانت پول رو بدیم پسش میگیریم. قاسم پور، تو موضوع به این مهمی رو الان باید به من بگی؟ دکتر جون قربونت برم، من چیز پنهونی با شما نرم که. ولی خب نمیتونم رفیق چندین و چند سالمو برفوشم. تو الان کاملا منو فروختی. آره؟ آره. پری خانم، به هر حال یه خبط و خطایی کرده دیگه، شما هم چاره‌ای نداری جز اینکه ببخشی. پری، به خدا من به خاطر خواهرت این کاری کردم. داشتن نیسانشو میگرفتن این بدبخت میشد، این بدبخت میشد، خواهرت بدبخت میشد. هست دیگه، ما بدبخت میشدیم، ببخشش دیگه. زری حالا کجا فهمیدین گردن من گردن اونه؟ فهمیدیم دیگه. حالا کجاش مکه اصلا مهم؟ نه مرگ جمشید بگو، کجا فهمیدین؟ میگم ولی قاطی نکنی. آی چیه؟ رفتم به پروین شاهسواری هم پول زدم. زری جون نکن، نکن تو رو خدا نکن. کل فک و فامله داره اصلا اونا رو بی خیال شو. مگه فقط تو یکی دکتری تو این شهر آخه؟ جمشید جان تو که میدونی وقتی با جون آدمو میاد وسط ما پزشکا دیگه هیچی نمیفهمی. به خود پروین آمپول زدی؟ آره به خدا، میخوای از آتی بپرس. زری چک میکنم. وا جمشید چیو چک میکنی؟ چی بابا هیچی. به روزترین سریال ها و فیلم های سینمایی ایران با تلویکا تلویکا.com. داداش ما داره دوستی میکنیم. نمیخوام بریم بیرون کله پاچه بخوریم. آخ جون نیسانو بردیم بیرون ها، جونشو این نیسان ده تا کلابچه بخری نمیگم. اه اینطوریاست؟ آره اینطوریاست. باشه پس الان دور میزنیم میری خونه کله پاچه بی کله پاچه. نه ببخش. اه نکنه، بیا این بر ببینم تا تو دست میکنی. Oh.
وای چی کار کردی با من آریا؟ خدایا خودت به این دختر را آبی نیسانی و آفتابی باشی. Bum 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 b